12 جوان روز جهانی شیعه در اقصان جهان گرامی داشته شد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیرایس رایسفاچ و برخی سازمان های دفاع از حقوق بشر و مؤسسات مختلف به منظور دفاع از حقوق شیعیان 12 جوان را به عنوان روز جهانی شیعه نامگذاری کردند. شرایس فاج بیشتر با راه سایتی با همین عنوان از کاربران اینترنتی دعوت کرد تا با هشتک هایی که برای این روز در نظر گرفته شده به کمپین بزرگداشت روز جهانی شیهه بپیوندند. امسال این روز به یاد بود فاجعه زاریا در نیجریه و قتل عام و مفقود شدن بیش از هزار تن از شیعیان این کشور گرامی داشته شد. مصطفی آکوند مدیر محترم شیرایس رایسواچ از آمریکا با ما سلام آیه آکوند. هدف سازمان از نامگذاری دوازام جوان به عنوان روز جهانی چه بود؟ و امسال به مناسبت این روز چه فعالیت هایی انجام خواهید داد؟ اینترنشنال دی یا روز جهانی شیعه ای که شیعه رایس واچ اون رو معرفی کرده و الان دو سال هست که در راستای آگاهی رسوندن به دیگران در این روز فعالیت های زیادی رو انجام میده ما اومدیم 2015 برای یاد عزیزانی که 1400 نفر از کمپ سپایکری که در عراق شیعیان کشته شدن به وسیله داعش این متاسفانه در میدیا و در مؤسسات مختلف اصلا روش کار نشده بود ما اومدیم این رو به وسیله دو روز پخش کردن گرم به مردم مختلف و آگاهی رسوندن به اونها و صحبت کردن با اونها و از طریق سوشیال میدیا خبر رسوندن به دیگران این رو معرفی کردیم در این حال در همون موقع 550 بچه زیر 18 سال در بحرین شیعیانی که اینها در بحرین توی زندان‌ها هستند هستن اونها هم به مردم اطلاع رسانی کردیم و روز اینترنشنال یا اون روز جهانی شیعه رو برای اونها هم معرفی کردیم امسال ان به وسیله همون عزیزانی که با ما همکاری میکردن و گروه جدیدی که به ما پیوستن انشاءالله قرار هست که روز دوشنبه حدود هزار نفری که در نیجریه شیعیانی که در نیجریه به وسیله دولت و گروه نظامی که وابسته به دولت نیجریه هست حمله کردن به مسجد شیعیان در زاریا و دستگیر کردن شیخ زکزکی و کشتن همسر و پسر ایشون و هزار نفر دیگه ای که به وسایل مختلفی در هم روز کشته شدن این رو معرفی بکنیم به جهانیان و این روز رو به اونها اختصاص دادیم و هدفمون این هست که باز هم نشون بدیم به دنیا که شیعیان چطور دارن کشته میشن ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم و آماری نگاه بکنیم تقریبا حدود یک نفر در هر دقیقه در پهارسال سال در سال 2015 کشته شده در نیجریه که متاسفانه طبق معمول میدیا و رسانه های مختلف اصلا در این رابطه صحبت نکردن و مؤسسه شیرای سیش سعیش بر اینه که این خبر رسانی ها رو به جهان انجام بده و سعی بکنه هر چقدر که میتونه این ظلم و ستمی که علیه شیعیان در کشورهای مختلفی برقرار میشه رو کم یا جلوگیری بکنه ازشون این قابل توجه هست برای بینندگان شیه ویوز و اونهایی که صدای من رو میشنوند که بدونن مؤسسه شیه رایس یک مؤسسه غیر دولتی و مستقل هست و هدفش اطلاع رسانی به جامعه بین الملل و مؤسسات مختلف و مردم هست که مظلومیت شیعه رو ازش با اطلاع بشن و هر چقدر میتونن کمک بکنن که این چیه مزدومی که در کشورهای مختلفی که ما میبینیم داره بهشون ظلم میشه دارن شکنجه میشن دارن کشته میشن دارن زندان میشن به خاطر عقیدشون به خاطر اینکه صلح و آرامش رو در جهان میخوان اینها رو معرفی بکنیم و سعی بکنیم هر چقدر که میتونیم این ظلم و ستم رو کم بکنیم با تشکر از آقای آکوند